سلام سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران و کشورهای دیگه هر کجا که هستید. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن شرجی با شما خواهم بود. در ساعت پیش رو پیامدهای ترور نافرجام دونالد ترامپ در آمریکا، انگشت اتهام، بعضی از منابع خبری در آمریکا متوجه تهران کردن و تهدیدهای پیشین حکومت تهران در مورد ترور دونالد ترامپ و همینطور پیامدهای انتخاباتی در حکومت فقیه نگاهی خواهیم داشت به این دو موضوع و گذری هم خواهیم داشت به تجمع حزب جمهوری خواه آمریکا که در میلواکی ادامه داره و تمام آمار و نظرخواهی ها نشون دهنده اون هستش که دونالد ترامپ بار دیگه به کاخ سفید باز خواهد گشت. چه پیامدهایی خواهد داشت در ارتباط با سیاست خاورمیانه یک کاخ سفید به ویژه در مورد حکومت فقیه و آنچه که مسئولان این حکومت در روزهای اخیر گفتند، آشتی ملی از زبان صادراتی های حکومت و وحدت ملی از زبان محمد جواد ظریف. در میان میذاریم پرسش های خود رو با آقای علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان و آقای ایرج مصداقی نویسنده و تحلیلگر سیاسی در استکهلم سوئد با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خب آقای نوری‌زاده اونطور که میبینین مشغول اسباب کشی از این استودیو به اون استودیو هست و قفسه های خالی در استودیوی اصلی ایران فردا لندن. خوش اومدید. با درود به شما جناب چرنگی عزیز، جناب ایرج مصداقی، بینندگان تفسیر خبر به ویژه در خانه پدری. بله انشاءالله از هفته آینده در استودیو جدید مستقر خواهیم شد. یه مقدار زمان میبره ولی خب باز بر میگرده همه چی سر جاش جناب چالنگی. حتما همینطوری و الان در حال حاضر استودیوی رضای گرامی در لس آنجلس برنامه ما رو ضبط میکنه. آقای مصداقی خوش آمدید در استوکهلم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب چالنگی، همچنین خدمت جناب نوری‌زاده، هموطنانمون، هم زبانانمون، هر جایی که صدای ما رو میشنون یا تصویر ما رو میبینن. خب آقای نوری‌زاده یه موضوعی رو اینا شروع کردن در تهران و صادراتی های حکومت در خارج ایران که اگر مثلا پزشکیان انتخاب نمی شد طالبان ایران می اومد سر کار، گویی که مثلا تا به حال طالبان سر کار نبوده از روز اول تا به امروز که تازه قراره بیاد. تمام اقداماتی که بعدها طالبان انجام داد اینا انجام دادن، دست بریدن و چشم در آوردن و سنگسار کردن و هر چی که طالبان انجام داد. طالبان یه کاری رو نکرد در دو دوره حکومتش، اونم تیراندازی وسیع به طرف مردم در خیابون ها. تا حالا این کار رو نکرد حداقل که اینا کردن، کودکان و جوانان دختر پسر کشتن. از شما میشنویم این حرفایی که اینا میزنن چه هدفی؟ ببینید جناب چلنگی، خامنه ای تعزیه ای به صحنه آورد که مثل هر تعزیه ای شما نیاز به عباس داری و نیاز به خولی داری، نیاز به شمر داری، نیاز به امام حسین و نیاز به علی اصغر. اینا دقیقا این تعزیه رو چیدن، اشقیا در یه صف، یه طرف هم امام حسین یا یه طرف حضرت عباس. اشقیا رو خوب دیدیم، محمد باقر قالیباف، علی لاریجانی، دونه دونه اشقیا رو گذاشتن جلو چشم مردم که ملت یادتون باشه اگه اینا بیان پوست از سرتون میکنن. این طرف آقای پزشکیان رو گذاشتن، خب دکتر بود، یا آدمی بود که مشهور به فساد نبود، ولی اول انقلاب چادر سر نرسا و دکترا کرده بود و ذوب شدم در ولایت، اما آدم نکشته و اینجوری برای مردم این صحنه رو درست کردم. و جالبه بهتون بگم آقای چارک، دوباره همین صحنه داره تکرار میشه. آقای میرباقری به عنوان آدم خور، لولو خورخوره، در برابر مجی جان جوان و
روشن فکر متفکر دارن هی اینو گنده میکنن. اصلا میرباقری تو کار نبود، از 2 هفته پیش دفعه شد ایران میرباقری، برای که این نمایش و تعزیه و حکومت هیئتی در خون اینا. آشتی ملی یعنی چی؟ آشتی ملی یعنی زندان ها رو خالی کنید. آشتی ملی قطعا و آدم کشی ها رو بیاید از ملت پوزش بخواید. مگه همینجوری میشه آشتی ملی کرد؟ همینجوری با یه آدم عوض میشه آشتی ملی؟ خب گنده تر از این اومد خاتمی اومد. چه آشتی ملی؟ قطعای زنجیره‌ای اتفاق افتاد، 18 تیر اتفاق افتاد. بنابراین من همچی اعتقادی ندارم. آشتی ملی زیر نظارت مقام معظم ولی فقیه انجام شدنی نیست. من اومی آشتی مثلا یه زمانی با هم قهرن آشتی میکنن، چه قهری زدید مردم رو کشتید و همه این کار هست. آقای مستاقی از شما میشنویم این داستان میرباقری رو الان علم کردن و بقیه موضوعات که اگر این نمیمد اونطوری میشد. از شما میشنویم این سیاست تبلیغاتی جدید رو. بله اتفاقا به نظر من جناب نوری‌زاده دست روی موضوع درست گذاشتن. میرباقری به تنهایی که مطرح نیست، میرباقری در واقع داره مطرح میشه در مقابل مجتبی خامنه‌ای و اینکه اساساً ما امروز باید قدر شرایطی رو که داریم یعنی مردم ایران بدونن برای اینکه زیر سایه رهبری خامنه‌ای به سر میبرن. اگر میرباقری بیاد چه ها خواهد شد و اینکه خطر میرباقری رو اینقدر بزرگ میکنه. متاسفانه ببینید من میخوام یه موضوعی رو برای که خیلی روشن‌تر رو چه بهش صحبت بکنم. ببینید ما بیاید تصور کنیم که آقای میرباقری مثلا یک آدم بسیار بسیار خطرناکیه که آقایون امنیتی ها و سپاهی ها باهاش بیعت کردن و جلیلی امام و مقتداش اوست و میخوان او رو بعد از خامنه‌ای به رهبری برسن. فکر کنیم چنین سناریویی وجود داره. من در گفتگویی که اتفاقا آقای مهدی خلجی عنوان کسی که با ایشون آشنا هستند، در کلاس ایشون میرفتن یا همسخن بودن با ایشون و این حراس رو ایجاد میکردن و راجع به این صحبت کردن و خطرات ایشون صحبت میکردن، من فکر میکنم ایشون حق دارن، درست میگن. فکر کنیم این داستان به همین ترتیبی که هست. سوال من اینه، دشمنی که ایشون در کنار این موضوع با شاهزاده رضا پهلوی میکنن رو چگونه ما تفسیر کنیم؟ آیا شاهزاده رضا پهلوی خطرناکتر از میرباقریه؟ یا اینکه نه ما باید تن بدیم به مجتبی خامنه‌ای؟ ببینید داستان همینجاست. اتفاقا این اون چیزیست که نمیخوان راجبش صحبت کنن و این اون موضوعی است که بسیار بسیار خطرناکه. اگر به میرباقری اشاره میکنید و اگر فکر میکنید میرباقری واقعیه و چنین خطری ایران رو تهدید میکنه، خطری بدتر از طالبان ایران رو تهدید میکنه، این دشمنی با شاهزاده رضا پهلوی پس چه موضوعیتی داره؟ اینه که من فکر میکنم تناقضی است که این افراد باهاش روبرو هستند و این حراسی که در دل جامعه میندازن همونجوری که آقای نوری‌زاده گفتن برای جا افتادن و یا جا انداختن مجتبی خامنه ای است و این که مردم رضایت بدن. میگن در جهنم یه در واقع عقرب جراره است، نمیدونم که آدم به مار قاشیه پناه میبره. حالا این چیزی است که یا که گفته میشه. در هر صورت اینجا هم ظاهرا میخوان از همین سناریو استفاده. او به آقای ایرج مصداقی پرانتزی رو باز کردن، به این موضوع میپردازیم و بعد ادامه میدیم درباره اون چه که ظریف گفت و بقیه. به آقای مهدی خلجی اشاره کردن. آقای مهدی خلجی سابقه مؤمن بودن، درس در حوزه قوم خوندن داره و به هر حال همسر سوم یا چهارم ایشون خانم مرجان آل‌آقا اگر اسم اشتباه نگیم متهم بوده میلیون ها دلار حیف و میل کرده و آمده بود به واشنگتن و بقیه موضوعات. ایشون در این مجامع و یکی از این
NGO مثلا واشنگتن هم عضو بوده که به تازگی از اونجا هم کنارگیری یا اخراج شده و به هر حال از این صحبت ها بسیار کرده. اصلا میر باقری شخص آشنایی نبوده و الان تبلیغات جمهوری اسلامی چه در داخل چه در خارج همون قضیه مار قاشیه و عقرب هست که اشاره شد. آقای نوریزاده شما اشاره کردید به بله خیلی هم گفتن و تبلیغ شده براش که این آدم پاک دستیه، ولی خمینی هم آدم دزدی نبود، یعنی به هر حال هر چی که بود جنایات بیشماری انجام داد، شاید نیاز به دزدی نداشت، ولی خب جنایاتی که انجام داد میشه جنایات عظیمی بود. حالا اینو به عنوان متخصص دارم میگم، برای من حیرت آور بود، حیرت آور بود. اتفاقا دوست مشترکمون دکتر حامد میگفتش که من شک دارم این دکتر باشه، پزشک جراح قلب باشه که ابتدایی ترین موضوع راجع به قلب نمیدونه، که وزن قلب رو 750 گرم میگیره. مثل اینکه من بگم مثلا دندون آدم ها در به طور متوسط 95 تا دندون دارن، مثلا رامین بگی به عنوان متخصص دندون. حالا آقای نوری زاده آمده و همین صحبت وحدت ملی هست، این رو هم بگم تا یادم نرفته، آقای خلجی یا هر کسی اسمش برده میشه میتونن بیان در برنامه شرکت کنن با حضور آقای مصداقی یا مهمان دیگری که اسم از ایشون یا هر کس دیگه میبره. بفرمایید آقای نوریزاده، این کابینه درست کردن و بهزاد نبوی هم از اون ور میگه این برای ایران شده، برای سمفای دیگه ایران و اینا رو فراموش کردن و ما متخصصین رو میخوایم انتخاب کنیم. وحدت ملی و دولت وحدت ملی خواهد بود و از ملی گرایان هم مثل قالیباف اسم برده. این به قول امروزی ها کجای دلمون بذاریم این داستان وحدت ملی؟ چلنگی ببینید، در جمهوری که مدرک محوره، یعنی یه حسن علی جعفر در حوزه علمیه درس خونده، حالا هر مزخرفات رو عنوان دکتر هم جلوش میزنه، این بدعت را آقای بهشتی گذاشت که کسی که درجه اجتهاد داره فوق لیسانس درس خارج خونده دکتر. خیلی جالبه در میان فوکولی های رژیم یا افندی های رژیم بسیاری هستن که میگن ایشون درس حوزم خونده، چون در واقع اون درس حوزه رو مبحث شریف نجاسات و شک بین غیره رو اینا رفتن مطالعه کرد و در کنارش مثلا میاد میگه دکترای فیزیک اتمی. آخه این دوتا با هم چه سنخیتی داره؟ یه مورد آقای کدیور بود یادمه که رفتن فیزیک خوندن بعد عمامه گذاشتن. حالا الان ولی در جمهوری اسلامی اینایی که ازشون به عنوان متخصص یاد میشه، خود شما اشاره کردید، اینا تخصص چیزی ندارن جز مدعی، دستشون هم که به قدرت میرسه فساد. من کمتر در میونه اینا دیدم شخصیتی که آدم نگاه کنه رژیم گذشته هر عیبی براش میگیرید نخبگان جامعه رو جمع کرده بودن. آخه آدم وقتی نگاه میکنه به وزرای اون وقت، نگاه میکنه به یه آدم مثل دکتر شاه‌قلی که حتی اینا بردن ازش استفاده کردن، یه پزشک متخصص بود، پروفسور عد دیگران و دیگران. ولی امروز متاسفانه آدم با دلش خوش کنه که آقای پزشکیان که اسم پزشکیان هم داره جراح قلب، حالا چند تا قلب عمل کرده، عملهای موفقی بوده یا ناموفق، تکیه روی این نباید کرد. تکیه روی این باید که آقا این چه برنامه ای داره. ببینید ایشون راجع به 3-4 تا چیز صحبت کرد، سرعت اینترنت و برداشتن سانسور ازش و نرمش در برابر بانوان در جنبش ضد حجاب اجباری و مبارزه با فساد. خب با کدوم ابزار میخواد اینا رو پیاده کنه؟ آیا نیروهای مسلح فرماندانش که به دیدنش رفتن ایشون گفتش بهشون مبادا با زنا تعرض بکنه تو خیابون، فرمانده نیرو انتظامی هم رفون رادان جنایتکار، یا آقای محمدی گلپایگانی و آقای اسخر حجازی هم از جانب مقام معظم رفتن دیدنش، چی بهش گفتن؟ گفتن تو حق داری این کارا رو بکنی. آقای چلنگی، رژیم از پایه فاسده، از ریشه فاسده و بنابراین من معتقدم که اونهایی که امیدی بستن به این آقا تو 4-5 ماه امیدشون به یأس بدل خواهد شد.
شما اسم محسن کدیور آوردی که عمامه گذاشت بعد فیزیک خوندن، بعد مثل که برداشت نیست، حالا در امریکا ایشون برداشته استاد شده. یعنی هم گذاشته هم برداشته بله. امامه هر دو مرتبه. بعد ایشون بعد از دانشگاه رفتن قم، شاگرد آقای منتظری بودن، عمامه گذاشتن، با عمامه اومدن امریکا، بعد اونجا برداشت. عمامه است دیگه، یعنی هم میتونن بذارن عمامه هم بردارن. بعد آقای مصداقی کار با عمامه و طبل شکم افتاده است. خم در این مجلس بزرگی ها به افلاطون بود. به هر حال این هست دیگه، الان عمامه هم که پارچش از چین میاد، افلاطون هم که باز از چین میاد، یعنی سر و ته این حکومت و گردانندگان حکومت دست چینی هست، تولید چین هست. آقای مصداقی، این وسط آقای اکبر گنجی در خارج کشور باز مسئله مثلا وحدت ملی، مسئله غم‌انگیز، وای بر این کلمه ملی بیچاره، آمده و گفته آشتی ملی. مگه مردم با این حکومت قهر هستن که حالا آشتی کنن؟ آخه آشتی ملی هم یه جایی در 12 تا حزب گروهی چیزا هست، یه حکومت با مردم آشتی ملی بکنه، خب این نشون دهنده چه هست اصلا؟ ببینید، نامه‌ای که آقای تاجزاده اتفاقا منتشر کردن روی نکته درستی دست گذاشته. حالا صرف نظر از اینکه خود آقای تاجزاده با یک تناقضی روبرو هست، حالا من موضوع صحبتمون نیست، اما ایشون میگن وقتی که رئیسی با 18 میلیون رأی رئیس جمهور شد، به دوستان خودش میگه شما گفتید این رئیس جمهور مردم نیست، چجوری پزشکیان با 16 میلیون و نیم شده رئیس جمهور مردم؟ خب این تناقض چجوری میخواید شما حلش بکنید؟ اینکه 1 میلیون و نیم هم کمتر از اون رأی داره که. ببینید، برای این که متاسفانه موضوعات در ایران مورد بحث و گفتگو قرار نمیگیره و اساسا همینجوری برای خودشون میگن و خب یک سری بوخچی هم مثل اکبر گنجی در خارج از کشور دارن و اونها هم به موقع یادشون میفته و میان و در رسانه ها حضور پیدا میکنن. ببینید، اساسا مردم ایران به این انتخابات پشت کردن، حتی طبق آمار خود رژیم بیش از 50% در انتخابات شرکت نکردن. انقدر افتضاح بوده که خامنه ای مجبور شده دور اول و دوم با همدیگه جمع کنه، بگه 55 میلیون. حالا صرف نظر از اینکه چقدر شرکت کردن، ولی شما نگاه کنید این آمارها خودش گویاست و اینکه اساسا اون چی که اتفاق میفته در ایران یک سیرک انتخاباتیه. ببینید جناب چالنگی، در انتخابات سال 88 گفتن 40 میلیون شرکت کردن. خب این 40 میلیون یعنی 90% شرکت کسایی که حق رأی داشتن. بعد نفر دومش تو اونجا که آقای میرحسین موسوی باشه 13 میلیون خورده رأی برده. بعد ببینید اون اردوکشی های خیابونی که بود و اون هجوم به صندوق های که بود 13.5 میلیون رأی برده. بعد شما فکر کنید تو این انتخاباتی که کمتر از 50% مردم شرکت کردن، باز طبق آماری که خود رژیم داره میده، نفر دومش 13 میلیون و نیم آورده که با نفرت عمومی روبروست و همه میگن بدون هیچ دلیلی خاک بر سرت جلیلی. ببینید این نشون میده که اساسا این انتخابات، همه آمارهایی که خودشون میدن، من اصلا آمار خودم رو اینجا مد نظر قرار نمیدم، اما ببینید اینا نشون میده که همه چی یه سیرکه و اساسا چیزی که اینجا معنی نداره آرای مردمه و خواست مردمه. بنابراین وقتی خواست مردم اینجا مطرح نیست، وقتی آرای عمومی اینجا مطرح نیست، شما چجوری میتونید از آشتی ملی صحبت کنید؟ حالا اصلا که به چه طریقی این امکان پذیره بماند؟ ملت که به شما پشت کرده، ملت که تحریم کردن، 39% خورده طبق آمار رسمی در انتخابات شرکت کردن، اونم با این همه داستان و با این همه دیو درست کردن و نمیدونم اینها، باز شما نتونستید 50%. ببینید ما داریم راجع به ایران صحبت میکنیم، نه راجع به امریکا، نه راجع به اروپا. اساسا نوع سازماندهی که رژیم میکنه، نوع سازوکاری که رژیم داره، نوع لشکر رأیی که رژیم داره و و و همه اینا رو که در نظر بگیریم، وقتی خودش اعلام میکنه 39.9%، این یعنی یک شکست مطلق و اساسا آشتی ملی دیگه تو اینجا معنا نداره، ملتی وجود نداره که بخواد آشتی کنه.
خب شما آمار خودتون اشاره کردید، اگه مایل هستین میتونین اینجا بگید آماری من که آمار بررسی. دقیق از موضوع ندارم، ولی آمارم دقیق نیست، ولی من میتونم تصور کنم که اساسا توی هر موضوعی، توی هر موضوعی رژیم آمار چند برابر داره میده. این یه واقعیته، ما هممون میدونیم، خودشون هم میدونن. شما ببینید آمار شرکت کننده ها در نماز جمعه رو نگاه کنید، آمار شرکت کنندگان در نمیدونم فیلم مثلا فلان مراسم تشییع جنازه رو نگاه کنید، طول عرض نماز جمعه رو میتونید متر کنید، میتونید قشنگ بگیرید ببینید در اینجا چند نفر میتونن حضور داشته باشن. وقتی در این جاها به این ترتیب عمل میکنن دیگه مشخصه. حالا من اگه هر آمار بیام بگم یعنی تو از کجا اینا رو آوردی، من به آمار خودشون اکتفا میکنم. بسیار آمار مختلفی هم وجود داره، آمار دقیقی که مطرح شد. به هر حال آقای نوریزاده بفرمایید که ویگن عزیز همه ما که میلیون ها ایرانی دوستش داشتن و غیر ایرانی هم، آهنگاشو بعضی هم به انگلیسی خوندن، خواننده های دیگه، خواننده های آمریکایی و جای دیگه، یه ترانه‌ای داره که تو قهری و من آشتی جای آشتی نذاشتی. خب یک زمانی بود دو نفر با هم دیگه قهرن، اسم هم دیگه رو نمی آوردن. یادمون هست دبستان اینا مثلا میگو اهمی، مثلا میگفت من به شما میگفتم اهمی رو اگه دیدی بهش بگو کتاب منو پس بده، اینو میخواستم اسمشو قهری. این قابل فهمه، ولی آشتی ملی یعنی من نمیدونم این افراد بر چه اساسی همچه حرفایی رو میزنن، وظیفه دارن. خب بله میتونه این باشه. نظر شما رو این حکومت اصلا جای کوچکترین آشتی با کسی گذاشته؟ یعنی تو خودشون حتی، یا منظورشون آشتی ملی همین با خودشون هست، تو خودشون هست؟ آمارهای مبالغ آمیزم در نظر نگیریم، بر پایه همین آمارهایی که سازمان عفو بین الملل حقوق بشر اینا بیرون میدن، این رژیم تقریبا نزدیک 50,000 نفر رو به قتل رسوند. یه سری هم در خارج کشته، یه سری رو تو خیابون کشته، حالا اون 50,000 نفر هم اعدام کرده و تیرباران کرده. آقای مصداقی حتما از من آمار دقیق تری داره. خب هر کدوم از این افراد وابسته به یه خانواده ای هستند که حداقل 4 تا 5 تا 6 تا خانواده به هم وصلند. شما در برابر اینا چطور میخوای آشتی ملی کن؟ در کنارش برای شهروندان به زندان افتادن، از حقوقشون محرومن، اموالشون مصادره شده، چجوری میخواین آشتی ملی بود؟ این یه حرفایی میزنن، حرفایی که اصلا ستای غازه، واقعا معنا نداره. آشتی ملی، من دو سه بار ابراز تعصب کردم که آقای اکبر گنجی که همه ما در گرفتاری هاش یک صدا پشتش ایستادی، در دوران اتصاب قضاش هر روز من و شما در برنامه دنبالش بودیم که آزاد بشه، از مردم خواستیم گل براش ببرن، ایشون اومد خارج اون جایزه رو گرفت، مبارکش بود. ولی من اخیراً دیدم ایشون به خانواده شاهزاده رضا پهلوی هم کار داره خیزشتی. ما برای خانواده حرمت قائل بودیم، تو مادر سه بچه رو برمیداری میذاری در معرض اون حرف ها؟ اصلا نمیدونم، نمیتونم باور کنم. یا ایشون راجع به شاه فقید دائم که بله ایشون معشوقه داشت، احمد شاه وقتی مرد 8 تا زن داشت که براشون ارث و میراث گذاشت، اون تاجی که بعد به دخترش رسید در حراجی توی پاریس 5 میلیون دلار به فروش رفت. کدوم یک خانواده پهلوی از این جواهرات دارن؟ یا شاه 8 زن داره؟ خزشت این حرفا در فضای خارج چیزی نیست جز این که رژیم ازش بهره ببره. رژیم جرأت نکرد این حرفا رو بزنه. ملکه پیشین ایران همچنان مادر ایران، ایران بانوس، یک کلمه حرف نامبارک رژیمش نمیشه زد، چون حتی مخالفان پهلوی نیز نمیتونن بگن. ولی من نمیدونم آقای اکبر گنجی چرا این مسائل رو مطرح کرد. بحث فقط ایشونی به بحث آشتی ملی است که ایشون مطرح میکنه، کسای دیگر
اینم میره تو آشتی ملی. ساقی اشاره کرد وقتی همزمان میشه با حمله به شاهزاده رضا پهلوی و او رو بی اعتبار کردن، معنای آشتی ملی که یعنی برین زیر بال خامنه ای دیگه، یعنی برین زیر عبای خامنه ای تا آشتی کن، بسیار آشتی تا روز بهشت. من فقط یه نکته رو توضیح بدم. آقای نوری‌زاده اشاره کرد موقعی که اکبر گنجی در زندان بود و اعتصاب قضا، اون زمان من در قاهره بودم، هنوز برنامه تلویزیونی نداشتم و البته هم بعدها خیلی ها معتقد شدن که اون داستان هم نوعی نمایش بود برای ساختن اکبر گنجی و صدور اون. من اینجا فقط بازگو کننده نظرات یا نظراتی که پیش اومد مطرح شد. و باز هم بگم اکبر گنجی و هر کسی دیگه که اسمشون برده میشه در این برنامه میتونن بیان در اینجا، من مشکل نخواهم داشت، تفسیر خبر مشکل نخواهد داشت، همین تهیه کننده برنامه این سیاست بوده ایران فردا و تفسیر خبر همیشه بوده در دور اولشن که بیان و آقای نوری‌زاده های مستاقی هم خواهند بود و باشن. فکر میکنم شما مشکل نداشته باشید آقای مستاقی و این نخیر. نه حتما البته نخواهند اومد، معمولا نخواهند اومد. خب بفرمید آقای مستاقی، حالا بس که به اینجا رسید، چرا اتفاقا نه تنها ایشون بلکه خیلی های دیگه که صحبت ملی و ملت و اینها میکنن تمام کار و زندگیشون رو گذاشتن کنار یک سره و 24 ساعته راجع به ولیعهد ایران شاهزاده رضا پهلوی خانواده ایشون هستن دارن صحبت، یا محمد رضا شاه پهلوی، یعنی این چی هست؟ خیلی خوب، هر انتقادی هست باش، ولی اصل کار کجاست الان؟ اصل کار این شاه رو که محمد رضا شاه پادشاه فقید ایران رو که آمدید و انقلاب کردید و با همت و امدادهای غیبی آقای کارتر و بقیه انقلاب شد و پیروز شد. حالا دیگه بفهمید. بله اتفاقا این موضوع آشتی که شما گفتید، من یاد یک خب موضوعی افتادم در همین سوئد. میدونید حمید نوری در آخرین دفاعیاتی که داشت در دادگاه میگفت آشتی آشتی با هم بریم تو کشتی. حالا این میخواست بیاد بره کشتی با محرویان سوئدی، حالا اینجا برگشته بود به دادخواهان میگفت آشتی آشتی با هم بریم تو کشتی. خب این بماندی احتمالاً نوعی که آقای اکبر گنجی هم میگن احتمالاً از همین نوع حمید نوریست. ولی بماند، ببینید موضوعی که اتفاقاً شما به درستی روش تأکید میکنید مسئله حملاتیست که شاهزاده رضا پهلوی میشه. موضوعی که جناب نوری‌زاده هم بهش اشاره کردن، تصاویری که از خانم یاسمین پهلوی پخش کردن و اکبر گنجی روی اون یک معرکه ای گرفته، بذارید من این رو توضیح بدم چه اتفاقی افتاده، شأن نزول اینا چیه. یعنی ما در اتفاقا در این هفته گذشته چه اتفاقی افتاده که اینجوری یده از در و دیوار ریختن، از در واقع بسترا یک سمفونی، یه ارکستریه ببخشین که توش هم حسن دایی میزنه، هم مهدی خلجی میزنه، هم آقای عزیزی میزنه، همه میبینی اکبر گنجی چه اتفاقی افتاده. ببینید شاهزاده رضا پهلوی فقط رفته در یک مجمع محافظه‌کاران آمریکایی صحبت کرده. از نظر من صحبتی است بسیار خوب و درخشان و روی موضوع اسلام سیاسی و خطرات اون ایشون تاکید کرده و در یک مجمع بسیار مهم و تاثیرگذار در سیاست امریکا. و تصوری که اینا میکنن که احتمال این میره که ترامپ به قدرت برسه و اساسا همین افرادی که مخاطب شاهزاده رضا پهلوی بودن بیان در کاخ سفید و یا سیاست گذار بشن، اینا تصوراتی است که اینا دارن. درست در چنین شرایطی شما ملاحظه میکنید که خب این تصاویر رو منتشر میکنن. خب اینا قبلا هم داشتن دیگه، چرا الان چه اتفاقی افتاد؟ و این که حالا یک نفر در حوزه مسائل شخصی خودش میتونه هر طوری زندگی کنه، کما که همه ماها ممکنه در محافل خودمون زندگی شخصی خودمون رو داریم، این یه بحثه. ولی نگاه کنید برای این که اینها بازتاب احساس خطری است که رژیم میکنه و به همین دلیله که از یه طرف سیاسی اون آدم ها میان، از یه طرف اکبر گنجی و فضای مجازی از این طریق میان.
به اصطلاح به زعم خودشون اونا میخوان آی خطرات نمیدونم راست و افراطی و فلان و میسار رو مطرح کنن، از یه طرف میان به دروغ مطرح میکنن شاهزاده رضا پهلوی گفت با مخالفت کرده با دموکراسی و اینکه مردم ایران خواهان دموکراسی نیستن، دروغ واضح. و اینایی که به شاهزاده رضا پهلوی به لحاظ سیاسی نسبت میدن، از این طرف بخش دیگری از مردم رو اینها هدف قرار میدن. ببینید حالا شما مثلا برید یه دی بگید اصلا مردم برای اونایی که در ایران دلشون با شاهزاده رضا پهلوی و اینهاست که به این مسائل که اهمیت نمیدن، حالا شاهزاده رضا پهلوی گفته مثلا نمیدونم فلان، خب اونا اتفاقا میان بخش دیگه از مردم رو با چی هدف قرار میدن؟ با همین داستانا، با همین تصاویر، با همین فیلم ها، با همین عکس ها، با تفاسیری که روش میگذارن. ببینید آقای چالنگی، این یه ارکستره و نوازندگان متفاوت داره و این نوازندگان متفاوت هر کدومشون این ساز رو میزنن و در مجموع یک آهنگ ضد شاهزاده رضا پهلوی است و هیچ کدوم از اینها هیچ چیزی برای ارائه ندارن، فقط برای تخریب اومدن. هیچ کدومشون نمیگن این که نه پس چی. و این اون چیزی است که متاسفانه این افراد فقط و فقط شلیک میکنن به پای مردم ایران. یک ارکستری که ایشون اشاره کردن، هر کسی یه سازی میزنه و عموما و در مجموع تک تک هم خارج میزنن با حمایت هرچی که از خارجی یا غیر خارجی. آقای نوریزاده در همین زمینه اگر صحبتی از بله من حتما صحبت دارم. ببینید جامعه ما یه جامعه ایست، به هر حال بخشی از اون جامعه اخلاقمند و بخشی از این جامعه اخلاقمند از شاهزاده حمایت میکنه، کاملا میبینید طبقه متوسط، جوانان، 50 سالگان، یعنی داریم میبینیم اینا چجوری تخریبش کنن. انگوش رو اخلاقیات بگذارن، چیزایی که اصلا خودشون بهش معتقد نیستن، غور در زندگی خصوصیشون اینو نشون میده. شما چی کار دارید به خانواده که یک نهاد مقدسه؟ بابا ما تو ایران بزرگ شدیم، ما یادمونه میگو آقا همسایت رو سرت رو بنداز پایین نگاه کن. آخه شما چجوری تو روی مردم میشینید و به مادر سه تا بچه اون حرفا رو میزنید و بعد تمام گیرودار توی اینه که شاه فرانسویه میمده باهاش نهار میخورده. در مقام شاه نیستید، در کوچکترین مقام بودین باید کارنامه شما رو نگاه میکردن. نکنید، اخلاقیاتی اگر وجود داره اینو رعایت بکنید. شما چطور راضی میشید به پدر سه تا بچه و همسرش این حرف رو بزنید که رفته تنیس بازی کرده؟ خیلی خوب، تو غرب این جرم نیست و بعد بیاید اینو گنده کنید، داستان بسازید. من بسیار متاسفم، بسیار متاسفم. برای اینکه گنجی رو من دوست داشتم و به ایشون علاقدر مراتبه احترام گذاشتم، ایشون رو بردم روزنامه شرق الوسط، تمام سردبیر و مدیر و غیره اومدن نشستن و سخنان ایشون رو ترجمه کردم، راجبشون حرف زدم و این امید رو داشتم که ایشون، مدت هم ایشون با من در تماس بود، ولی به محض اینکه ایشون شروع کرد وارد یه قصه دیگری بشه من متاسفانه دیگه باشون نزده. فقط ایشون نیست آقای نوزاده، این موجی که آقای مستایی گفتن این یک سرمنشایی داره دیگه، یعنی یک مطلب قضیه در ایران این هستش، حکومت سرکاره. شاهزاده رضا پهلوی هم میتونست به عنوان یک ایرانی بگه آقا پدر من و پدر بزرگ من این خدمات کردن، حالا هر انتقادی دارید داشته باشید، ولی این خدمات، این کارنامه جوری که جوان امروزی اینا رو میخواد، ولی اومده یه کاری داری میکنه. چرا رها کردن این حکومت رو همش؟ این چیزی که پشت اینه شما چی میبینید؟ از حکومت پهلوی میگذره، کارنامه درخشان جمهوری اسلامی هم جلوی ماست، داریم میبینیم فتح ها، آدم کشی ها، دوزدی هایی که میبینیم در 45 سال کرده توی 2500 سال تاریخ ایران بیسابقه.
اما کاملا ایرج مصداقی درست کرد. این یک ارکستره که با هم یک ننگین سمفونی رو اجرا میکنن، یکی بوق از اون بر میزد، یکی سوی از این. ببینید وقتی آقای خلجی اومدن توی تلویزیون و طوری راجع به این میرباقری حرف زد که همونجا بدن مور میشد، بعد یه دفعه میگو البته دوست من بود، هم بخش من بود، هم مدرسه من بود، من بدنم میلرزی. آقای میرباقری حیوان از کجا اومد؟ چطور تا الان راجع به این جانور بحث جامعه نبود؟ میخوام بگم اینا هم صدا بعد همزمان شاهزاده رو زدن و این رو در اشل مختلف تو اروپا و امریکا داریم میبینیم. متاسفانه حمله شون هم شدید شروع کردن به همه جانبه. معلوم میشه فعالیت های اخیر رضا پهلوی خیلی ناراحت شدن، یعنی نگران کردن از بازگشت پادشاهی مشروطه به ایران. سرچشمه شما اینطور میبینیم از مردم ایران پدر بزرگ آقای دایی یا گنجی یا پدر بزرگ آقای باقری یا دیگران رو صدا نزدن. مردم ایران رضا شاه رو صدا زدن، به رضا پهلوی گفتن ولیعهد کجایی، پیش ما بیایی. خب جالب این هستش، بعد آقای نوریزاده جالب این هستش، من حالا اشاره کردید شما آقای مصداقی، خانواده ولیعهد همسر ایشون هر کردار دارن، کردار شخصی ایشون هست در هر محفلی. خب اون برای این اخلاقیات اینها باید اقلن یک چیزی دادقالی هم بکنن، برای اینکه کسی مانند فاطمه سپهری که رعایت حجاب میکنه و این همه زیر ظلم و ستم و مصیبت هست در زندان داره شکنجه میشه، یک کلمه از اینا درباره فاطمه سپهری دست کم من نشنیدم. به اضافه اینکه خانم فاطمه سپهری که طرفدار یا هوادار یا با صدای بلند گفته راجع به خانواده پهلوی و پادشاهان پهلوی، به این موضوع اساسا توجه مهم نبوده براش که مثلا همسر ولیعهد در مجلسی میرقصه نمیرقصه، حجاب داره نداره و بسیاری کسان دیگه مانند بزرگ عرصه ملی ایران، محبوب عرصه ملی ایران سرکار خانم فاطمه سپهری، بسیاری هم مانند او چنین اندیشیده و چنین می اندیشند. باز هم این اسامی که بردیم که امیدوارم شأن تفسیر خبر بالاتر از این هست که بیش از یک حدی اسامی برده بشه، ولی درها باز هست، میتونن بیان در برنامه شرکت کنن. با شما هستیم. درست میگید، یعنی خانم فاطمه سپهری، خانم پوران ناظمی، خانم محمدی، همه اینا برای ما یه الگوهایی هستن که به هر حال تو زندان ولی فقیه بهش میگن نه، صراحتا هم میان اعلام میکنن که آرزوش اینه که خاندان پهلوی باشه. حالا خانم سپهری عملا اومد اعلام کرد. با شما خواهیم بود لحظاتی دیگه و انتخابات آمریکا، پیامدهای احتمالی آن را با آقای ایرج مصداقی، آقای علیرضا نوریزاده. تا لحظاتی دیگه. آقای مصداقی، تجمع حزب جمهوری خواه رو نتیجه شغب دیدیم، نامزدی ترامپ رسما اعلام شد، اون تجمع ملی محافظه‌کاران هم دیدیم که آقای ونس، بله جیمز دیوید ونس یا جی دی ونس انتخاب شد. یه مطلقی هم به شما انگلیس گفته آقای نوریزاده، اولین کشور اسلامی صاحب بمب اتم با انتخاب حزب کارگر انگلستان. خب از نویس خوبی هم بوده ونس و بسیار این انتخاب شد، یه حراس شدید رو مثل که به وجود اومدن تهران و حکومت فقیه. چرا؟ ببینید در هر صورت از نظرسنجی ها برمیاد که اگر اتفاق خاصی نیفته ترامپ حتما به کاخ سفید باز میگرده، مگر اینکه حالا یه شوک انتخاباتی دوباره به وجود بیاد. هنوز ما 4 ماه تا انتخابات امریکا فرصت داریم، مثلا آقای بایدن کنار گیری کنه
و میتونه یه موجهایی ایجاد بشه. ولی در هر صورت اون کسانی که صحنه سیاسی رو دنبال میکنن همیشه روی اگر و مگرها نمیرن، روی اونچه که امروز وجود داره توجه میکنن. و خب مشخصه که آقای ترامپ به کاخ سفید احتمالاً باز میگرده تا این لحظه که صحبت میکنه. و خب حتما که معاون او که هم جوانه و هم کسی است که در جنگ شرکت داشته، به خصوص در جنگ های اخیر امریکا، و این خب یک نوعی رژیم رو به هراس با می داره که مبادا حلقه محاصره تنگ تر بشه. خب می دونیم اونها امید دارن که با پزشکیان و با در واقع تبلیغاتی که می کنن بتونن به نوعی این حلقه رو بشکافن. ولی ببینید موضوع اینه که خود اونها هم میدونن همینجوری نمیتونید شما از این مخمصه‌ای که در اون گرفتار اومدین بیرون بیان. برای اینکه اونها باید بها بدن، این بار دیگه موضوع بسیار بسیار حساس، موضوع هسته‌ای رژیم هست، موضوع تحریم ها هست، موضوع مکانیزم ماشه هست، و اینکه در سال 2025 برجام پایان پیدا میکنه و باید براش جایگزینی باشه یا باید دوباره به قطعنامه های ملل متحد برگردن. اینا همه موضوعاتی است که روی میزه، اینا همه موضوعاتی است که اتفاقا مقامات نظام اسلامی بهش فکر میکنن و خطرات پیش رو رو بسیاری دارن گوشزد میکنن. و اینکه میتونه رژیم گرفتار بیاد در یکی از این مشکلاتی که به دست خودش ایجاد کرده و این بحرانهایی که ایجاد میکنه ممکنه در یه جایی به خدمتش برسن، اینه که خب احساس ترس میکنه. و به نظر من اونها الان دارن میزشون رو به گونه‌ای میچینن که اون مواجه باشن با ترامپ، مواجه باشن با کسانی که احتمالاً سیاست متفاوتی رو در ارتباط با رژیم در پیش میگیرن. میدونیم که خب بایدن سیاست به نوعی سیاست مدارا با رژیم رو در پیش گرفته بود در طول این تقریبا 4 سال گذشته و میزان فروش نفت رژیم خیلی بالا رفت و از اون طرف در ارتباط با حملاتی که رژیم به منافع امریکا می کرد علارغم شعارهایی که بایدن داد واکنشی دیده نشد، واکنش بسیار بسیار سطحی بود که گفتن باز ادامه میدیم ولی ادامه ندادن. خب اینا در احتمالاً در دولت ترامپ تکرار نمیشه یا احتمال تکرارش خیلی کمتره و اینا خب دست رژیم رو میبنده و اینها رو به هراس واداشته که مبادا با اقدامات تنبیهی مواجه بشن و مبادا ترامپی که غیر قابل گاه پیشبینی هست مثل موضوع قاسم سلیمانی دست به اقدامی بزنه که بتونه رژیم رو در بنبست عجیبی گرفتار بیاره. و من این رو عرض کنم خدمتون که زدن قاسم سلیمانی، تصمیم برای حذف او، یکی از به نظر من شاهکارهای ترامپ بود. اگر ترامپ هر نکته منفی که داشته باشه در واقع رژیم اسلامی رو به نظر من بی آینده کرد، یا نه بگیرم نگم حالا بی آینده، آینده اون رو دستخوش تلاطم کرد و عملا در دوران پسا خامنه ای کسی برای اینکه این کشتی رو عبور بده یا در واقع نظام رو بتونه از اون تنگنا بیرون بیاره در حال حاضر وجود نداره، مگر اینکه حالا بعدا چیز درست بشه. بله، تقریبا موجی هم در تغییر توانایی های جمهوری اسلامی در خاورمیانه به وجود آورد. آقای نوری‌زاده، در همین زمینه اومدن احتمالی ترامپ، شما چه میبینید؟ آیا ایجاد موج جدیدی در سیاست‌های خاورمیانه ای آمریکا الان و از با سالی که بوده در کاخ سفید فرق کرده؟ جنگ غزه رو داریم، روابط عرب و اسرائیل، عرب جنوب خلیج فارس رو داریم با
اسرائیل و بقیه موضوعات. آیا تغییراتی رو شما در چشمانداز میبینید با اومدن ترامپ به ویژه در ارتباط با حکومت ایران؟ ببینید جناب چرنگی، در درجه اول من بر این باورم که ترامپ با روسیه کنار خواهد اومد و این خب خودش یه مسئله بسیار مهمه، چون الان تمام راه‌های مصالحه بسته است، ولی احتمال دارد ترامپ با واگذاری کریمه موافقت بکنه و روس‌ها رو از بقیه اوکراین بیرون ببره و این به هر حال میتونه یک نیم بردی برای زلنسکی باشه، چون وقتی اومد کریمه اشغال شده بود، یعنی در دوران او نشد. نکته دیگر که نظر من خیلی مهمه، ترامپ روابط آمریکا با عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس رو ترمیم خواهد داد. سعودی‌ها به شدت از آمریکا دلگیرن و منتقد و با ترامپ سر آشتی دارن، سر دوستی دارن. نکته بعدی در مورد ایران، آقای ترامپ در دور اول علاقمند بود دور روحانی گفتگو بکنه، حتی در این زمینه پیغام‌هایی هم داد، ولی گمان نمی‌کنم الان از ترکیب نظام خیلی خوشش بیاد. مسئله اسرائیل هم هست، یادمون نره، مسئله غزه و اسرائیل هم با آقای بایدن مشکل داره. بنابراین میخوام بگم اومدن ترامپ میتونه یه تغییری در نوع نگرش آمریکا به جهان و جهان به آمریکا باشه. در این زمینه من شکی ندارم که الان اروپا هم که یه مقدار داره، حالا غیر انگلیس، راستگرا میشه، اونها هم از آمدن ترامپ بیشتر خوشحال خواهند شد تا از تکرار بایدن یا خانم هریس یا به هر حال فرد دیگری که معرفی خواهد شد. علی حال من شانس بازگشت ترامپ به کاخ سفید رو بسیار زیاد میبینم. آمارها و نظرخواهی ها هم تا این لحظه همین موضوع رو نشون میدن و به خصوص بعد از اقدام دیکتاتور نافرجام ترامپ که اسم جمهوری اسلامی بازم به میون اومد، به خاطر اینکه بارها تهدید کرده بودن مسئولان ریز و درشت جمهوری اسلامی که ما انتقام قتل قاسم سلیمانی رو خواهیم گرفت، یکی این و یکی هم اقدامات تروریستی که جمهوری اسلامی جاهای دیگه کرده، و اینکه ترور ترامپ میتونست حتی زمینه یک آشوب داخلی رو به وجود بیاره در آمریکا اگه چنانچه پشته میشد ترامپ. یه آشوب داخلی درگیری های معلوم نبود چه خواهد شد، یعنی هدف های محبوب جمهوری اسلامی. خب اینا برای متهم کردن کامل کافی نیست، ولی میبینیم که در مزان اتهام قرار میگیره بلافاصله مانند یه همچین اقداماتی. نگاه شما رو جویا هستیم آقای مصداقی. ببینید، من تصور میکنم که رژیم دستی در این ماجرا نداشته و اساسا بعد از این هم جرأت این کارا رو نخواهد داشت، به خاطر اینکه وقتی ترامپ در قدرت بود بلافاصله تهدید کرد که اگر کوچکترین واکنشی نسبت به حتی منافع امریکا نشون بدید، بیت رهبری و محلهای دیگه ای رو که مد نظرشون بود و اونها به خوبی متوجهش بودن، دهها مرکز رو هدف قرار میدیم. و من میدیدیم که رژیم تا زمانی که ترامپ در سر کار بود حتی میترسید که مبادا نیابتی ها کاری کنن که امریکایی ها بزنن با حساب رژیم. بنابراین من فکر میکنم که اینها به نوعی فضاسازی هم هست، به نوعی هم خب من فکر میکنم دموکرات ها هم دست دارن در رسانه ها و این رو مطرح میکنن برای اینکه موجو از روی خودشون ببرن، به خاطر اینکه اگر ملاحظه میکردین ترامپ و اطرافیانش مطرح میکردن که صحبت های بایدن باعث این شده که هدف قرار بگیره ترامپ و مشوق بوده، کما اینکه میدونیم قبلا دموکرات ها میگفتن صحبت های ترامپ مشوق حمله به کنگره امریکا بوده. درست یه زد و خوردی اونجا هست و بعد خب حالا رسانه هایی هم که در اختیار دموکرات ها هست از این مسئله استفاده میکنن که موجو برگردونن و بگن نه صحبت های بایدن نبوده بلکه رژیم اسلامی بوده، در حالی که صحبت هایی که رژیم میکنه هیچ کدومش مخفیانه نیست، همه اینا در رسانه ها مطرح میشه و بیشتر به نظر من به نوعی فضاسازی و جوسازی است و واقعی نیست و رژیم اقدام عملی برای اینها جرأت نداره که انجام بده.
جرأت. الان های مثال شما در جریان زدم الان موج اتهام یا مثلا انتقاد به دموکرات ها هست، یعنی موج به اونا در صورت که چه میگن اینی که بیان دموکرات ها نیومدن متهم کنن جمهوری اسلامی، گفتن این بالقوه همچی چیزی وجود داره. و پرسش من این هستش، میبخشید پرسش من این هستش، چه میشه که مثلا بلا فاصله، حالا این تفسیر شماست، تفسیر خیلی های دیگه هست که این کار رسانه مثل سی ان ان راه انداخته برای اینکه مثلا بگن دموکرات ها دستی نداشتن، حال اون که مثلا خب اون طرف این حرف هم اینه که دموکرات ها پس دستی داشتن. بله خب ببینید، در هر صورت رژیم اسلامی به علت خصلت تروریستی که داره و هر جنایتی در دنیا میبینیم اتفاق میفته، دست رژیم توش هست. شما نگاه کنید از غزه، شما ملاحظه کنید جنگ غزه، حمله به نمیدونم اسرائیل و حماس و حزب الله گرفته، مشکلات لبنان، مشکلات یمن، همه جا دست رژیم، هر جا نشبتی هست دست رژیمه. و بنابراین طبیعیه وقتی این اتفاق هم میفته در امریکا همه نگاه ها متوجه رژیم هم بشه. بسیار. اون چه که وحدت ملی خونده میشه جلوهشو در همین داستان دیده شد در امریکا. بسیاری از دموکرات ها محکوم کردن، هم صدا شدن با جمهوری خواهان و واقعا محکوم کردن، حالا جدا از بایدن و بقیه. و فقط من به این موضوع اشاره کنم، آقای مصداقی نوریزاده، جمهوری اسلامی اینه، اون مثال عبید زاکانی که به قزوینی به جنگ میرفت هم عربده میکشید و تیز میداد، گفت عربده چرا؟ گفت برای اینکه دشمن بترده. تیز چرا؟ گفت خودم میترسم. جمهوری اسلامی بلا فاصله پس گرفت. از عبید زاکانی اس بردیم، همیشه حضور داره در برنامه ما، مواردی که هست حتما نامشو خواهیم برد، ولی کسان دیگه میتونن بیان و شرکت کنن با طنزهایی که گفتن، طنزهای مبتذلی مانند آشتی ملی و یا بقیه حرفایی که زدن. سپاس از هر دو مهمان گرامی و سپاس از رضای عزیز در لس آنجلس. من و امین و بقیه همکاران هم در تولید این برنامه برای شما روزگار خوشی رو آرزو می‌کنیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابش آن بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد بود.